بینندگان عزیز سلام و درود. از گزند ایام به دور باشید. بحث امروز ما با جناب ابولیا جلالی، پژوهشگر مسائل سیاست و تاریخ افغانستان است. در این دو عرصه، سیاست و تاریخ افغانستان که بسیار گسترش چشمگیر است، مسائل مهم با ابعاد مختلف میتونه مطرح شود، اما در این برنامه روی سه نکته از مسائل تاریخ مثلا توقف میکنیم و شرحیات را یا مثلا برداشت را مبادله میکنیم. اول، چرا در 3 سال گذشته، در وقتی که طالبان دوباره به قدرت برگردانده شدند، هیچ قدرت جهانی، هیچ قدرت منطقه‌ای از اردوگاه ضد طالبان و در کل از حوزه یا به اصطلاح از ارزش های حوزه تمدنی افغانستان هیچ کس حمایت نکردن؟ خب ای چی علتی داره و تا چی زمانی میتونه ادامه پیدا بکنه و اگر ادامه پیدا بکنه چی اتفاقی میفته؟ این سوال اول است که خدمت جناب اولیا جلالی مطرح میکنیم، منتظر پاسخشان است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود خدمت شما جناب مامون سی و بینندگان فرزانه شما. حضرت عالی بهتر می فهمه که در علم سیاست اتفاقاتی که صورت می گیره، حوادثی که صورت می گیره و اتفاقات صورت می گیره بر اساس همو بکگراند گذشته یا اتفاقات است که بیشتر اتاق فکر کشورهای قدرتمند طراحی میکنن و مدیران او را به صحنه عمل یا اجرا در میارن. در بحث تاریخ، در بحث عدم حمایت حوزه تمدنی ما یا حوزه تمدنی فارسی، ما بهتر است که ما ابتدا سر بزنیم به حوادث گذشته، چون اصولا شما تا از حوادث و وقایع گذشته آگاهی نداشته باشید نمیتونید تصمیم درست و تصمیم آگاهانه بگیرید. یکی از عواملی که قدرت های بزرگ از حوزه تمدنی ما، نه تنها قدرت های بزرگ، قدرت های منطقه ما از حوزه تمدنی ما پس از حادثه تحویل قدرت به طالبان حمایت نکردن، من فکر میکنم برمیگشت به همو شکوه و تمدن فارس ها در گذشته. شما بهتر میفهمید که کوروش بزرگ بنیانگذار یک تمدن انسانی که در اون زمان بر 48% جغرافیای حوزه تمدن انسانی فرمان روایی داشت و این بزرگی در واقع برای حوزه تمدن فارسی یا فارس ها بزرگی بخشید. به همون دلیل هم است که ما در طول تاریخ در هجوم چنگیز، از هجوم بریتانیای بزرگ تا تزارها، ما هر چی که میبینیم یک سلسله حوادثی است که بر اساس اتفاقات است که در گذشته صورت گرفته. اصولا شما وقتی که بزرگ باشین، یک قانون نانوشته وجود دارد که 100 بار زمین بخورین دوباره بلند میشین دعوای بزرگی میکنین و این بزرگی بلای جان حوزه تمدنی فارسی ما شده است. ما اتفاقها را در حوادث تاریخ میبینیم. وقتی که در قرن هجده یعنی شما میخواین بگوین که رویگردانی قدرت های زنده و حاضر از اردوگاه ضد طالبان، یعنی این ریشه در پیشینه تمدنی داره، یعنی میخواین که مثلا اینا دوباره بزرگ نشوند؟ یعنی بزرگ شدن با گذشته خب ارتباط داره، اما بزرگ شدن بیشتر در قدرت اراده، تشکل و تصمیم ملت ها و به اصطلاح توایف دارد. یعنی تناخ مثلا اگر بگویم که تکیه بکنین به گذشته، خب این گذشته ما از نظر تاریخی چند بار از چند جا از هم گسیخته منقطع شده. مامون صاحب، حالا اگر اجازه باشه من یک حد اقل از قرن 18 و بعد من یک مروری بسیار اما مختصر خدمتتان به عرض برسانم.
ما شما بهتر میفهمین که در قرن 18 ما دو قدرت جهانی در منطقه داریم، یکی بریتانیای کبیر است و یکی هم تزارهای روسیه. این دو قدرت جهانی اصولا شما وقتی در یک ده، در یک محله، در یک قریه دو بزرگ وجود داشته باشه، اجازه نمیده که بزرگ سومی عرض اندام کنه و قدرت نمایی کنه. به همون دلیل تاریخی که ما میگویم، پارسا یک قدرتی بودند که موانی صد اما منافی دو قدرت جهانی بودند. یعنی در واقع بریتانیا و تزارها هر دو حوزه تمدنی فارس را خلاف منافع خود می دیدن. به همون دلیل تفاهم کردن. ما می بینیم که بریتانیای کبیر راهی هند می شود و ابتدا زبان فارسی را بعد از 350 سال در هند ریشکن می سازن. از طرف دیگر تزارها را می بینیم که وارد آسیای میانه می شوند، جغرافیا و سرزمین تاجیکان یا فارسها را اما چی میگن اشغال میکنن. در واقع میتونم کلمه اشغال بیشتر بهتر استفاده کنیم، اشغال میکنن. یعنی این حوادث بر اساس همون گذشته تاریخی که گفتم در واقع ریشه در گذشته تاریخی دارد، چون یا میدانن که اگر یا مجال بیافتند پس دوباره دعوای بزرگی میکنن و این بزرگی به خیر ما نیست. به همو دلیل است که یا میاین از یک قبیله که از دید تاریخی هیچ گونه تمدنی نداره، هیچ گونه فرهنگی نداره، هیچ گونه امو ارزش های گذشته نداره، میان از او حمایت میکنن. ما میبینیم که هر دوشان انگلیس ها چگونه وارد خراسان میشن، به همون دیدگاه تاریخی است، از یک قبیله مشخص حمایت میکنن و جغرافی های خراسان که اسمش یک مرحله زمانی مشخص میان به افغانستان تغییر میتن و در جغرافی های افغانستانی که شکل میتن، بازم میبینیم که نقش دو قدرت جهانی کاملا مشهود است. یعنی در واقع افغانستان امروزی برایند تفاهم دو قدرت جهانی تزارها و روسیه است. به همو دلیل هم است که یا میان در افغانستان هم که میان، ما میبینیم که ما اندیشه های قومی را زیاد تلاش میکنن که از یک قوم خاص هر دو طرف هم بریتانیا و هم روسا حمایت کنند. عبدالرحمن خان سر کار میان بس سرکوب حوزه تمدنی فارسی را بیشتر میزن، پس به سلسله از او که میان مسئله نظام نامه ناقلین به شمال است، تمام یزیا در اون سلسله است که تفاهم انگلیس ها و تزارها بوده تا این مرحله میاد تا سال 1343 که 1343 اسم افغانستان اسم خراسان خوب بگونه، هرچند که قبلا تغییر داده بود اما بگونه رسمی هم اسم افغانستان و هم تمام اقوام افغانستان به نام افغان در سال 1343 یاد میکنند و کمیته را تعیین میکنن که هر کسی که پس از این دری گفت عنوان عوامل ایران باید سرکوب شود. ما میبینیم که همون روحیه سرکوب که هزاران نفر سرکوب کردن متاسفانه تا فعلا هم حاکم است. وقتی ما با یک افغان در تقابل قرار میگیریم تلاش میکنیم که بگیم که دری، در حالی که ما میفهمیم که یک اصطلاح تحمیلی است که سر ما تحمیل شده. به همون سلسله است که اتفاقات باز در تجاوز روسا به افغانستان صورت میگیره و در اصطلاح شخصیت بزرگ کاریزماتیک احمد شاه مسعود وارد ظهور میکنه و معادلات قدرت در واقع بر هم میزنه. خب داستانی از او طولانی است. شما مرور مختصر وقایع اتفاقی تاریخی مثلا ایره به رسم شکایت مطرح میکنین یا نتیجه گیری که میکنین چی است؟ چرا یک در هر کشور، خب شما بیشتر عامل خارجی رو تشریح کرده، ما دنبال عامل داخلی هستیم. عوامل داخلی، نیروهای مسلط در یک بستر در واقع سرنوشت سیاسی رو شکل میدن. عامل مسلط عامل پشتون بود، عامل غیر دقیقاً. مسلط منفعل ناپیدا و مفقود عوامل حوزه تمدنی است که شما از اون نام میگیرین در عرصه سیاسی است، دست کم از 100 سال بهتر. پس شکایت شما از چی است؟ مامون صاحب، شکایت اصلی ما است که متاسفانه ما سیاست مدارای حوزه تمدنی فارسی یک روی کردی بر اساس واقعیت های موجود نداشتن، بر اساس واقعیت های حوادث گذشته نداشتن. بیشتر سیاست های ما سیاست های احساساتی بوده، سیاست های اما مقطعی بوده و ای به خیر مردم ما تمام نشده. متاسفانه همین حالا هم که ما میبینیم بعد از این همه فجایی، وقتی که نگاه میکنه که سیاست مدارای ما دارن چی کار میکنن، مثلا
اصلا به اصطلاح دوستان ایرانی آدم شاخ در امریکا دارن چیکار میکنن؟ اینا چه نوع از سیاست مدار هستن؟ تعریفش چی است؟ بله، عرض ما همیست که شما در اصول سیاست بعضی از مؤلفه های داره که او را باید در نظر داشته باشین. شما وقتی که سیاست در عرصه بزرگتر میکنید، منافع قدرت های بزرگ منطقه‌ای فرامنطقه‌ای را باید در نظر داشته باشین. شما به یک لابی فعال نیاز دارین، شما تعریف مشخص از منافع خودتان داشته باشین. ما متاسفانه هیچ تعریف مشخص از حوزه تمدنی خود نداریم. ما دنباله روی دیگرا هستیم، ما هیچ روایت نداریم. ما به یک روایت واحد نیاز داریم. ما یک روایت نیاز داریم که فرزند تاجیک، ما حالا شاید بهتر به او پرسش برسیم، یک فرزند تاجیک امروز باید برای چی مقاومت کنه؟ برای چی باید مبارزه کنه؟ در برابر چی بیسته؟ هدف او چی است؟ آیا اگر منظور ما از مقاومت، از مبارزه ای باشه که ما بریم یک اراضی را بگیریم و حکومت تشکیل بدیم، حکومت 20 سال پس، 20 سال چون 20 سالی گذشته، پس یک کسی بیاد به حیث معاون رئیس جمهور شود، یک کسی بیاد وزیر دفاع و داخله و نمیفهم چی شود، عاقبت چی؟ هیچ. و ای اصلا ناشد است، ناممکن است. دور این حوزه، دور این دیدگاه دیگه کس جمع نمیشه. ما نیاز داریم به یک روایت تاجیکانه، به یک روایت حوزه تمدنی فارسی. ما 14 به قول امام علی رحمان 60 میلیون تاجیک در منطقه داریم، اما صدای فقط ما 10 میلیون صاحب جغرافیا است. متواقع همه آواره، همه سرگردان، همه بی سرنوشت. دانشمند ما با روشنفکر ما جور نیست، روشنفکر ما با اخوانی ما جور نیست، اخوانی ما با ملای ما جور نیست. همه از ایره که بگیری برمیگرده به عدم آگاهی از حوادث تاریخ، عدم پذیرش یکدیگر، عدم شناخت بازیگران فرامنطقه‌ای منطقه‌ای. اصلا ما هیچ نداریم متاسفانه. یک شخصیت کارازمتیکی که احمد شاه مسعود باری ما در شرایط فعلی نیاز داریم، اما متاسفانه حالا بحثای بیشتر شه، باز اگر فرصت بود با جزئیات تشریح خواهم کرد. خب یک ما شما مسئله ای را انگشت میگذارین، آسیب پذیری هایی را که نه تنها تاجیکا بلکه تمام اقوام به این مرض و آفت دچار است، از پشتون گرفته تا ازبک و هزارم همین آفت داره، که این چیزی که شما از نام تاجیک مرده اونام به شکل دیگه یعنی مبتلا به همین آفت هستند. به این ترتیب خب یکی که چگونه در کل یک شکل یک سرنوشت شکل بگیره که در زیر یک چتر عمومی، یکی که چگونه باید اول از دوران فعلی یا دوران اسارت فعلی آزاد شوند، یعنی کشور چگونه دوباره پس گرفته میشه، مدنیتش، فرهنگ سیاسیش یا لااقل در مخطی که قبلا بود و مو ساختار دوباره چگونه قابل اعاده است. یعنی شما که گفتین که مثلا تنها اتکا به بحث مثلا هم رویه های حوزه تمدنی که نمیشه، فکر میکنم که خوبترین رویه های هم حوزه تمدنی تفنگ است و در واقعیت زندگی ما اگر مو حوزه تمدنی رو شما میگین هم اسب و نیزه بود دیگه، یا هم مثلا شمشیر بود. یعنی به این ترتیب تنها تکیه به رویه های گذشته مگر ایتو میشه که سنگلاخ های پیش رو عبور کرد. مامون صاحب، اصل مسئله است که شما بیشتر میفهمین که ما در بازی بزرگ ما دو قدرت جهانی داریم، که یک طرف بعد از جنگ جهانی دوم یک طرف آمریکایی هستن، یک طرف روسا. ما فعلا از نگاه بازیگران بزرگ حوزه تمدنی فارسی بخشی از روسها تعبیر میشیم یا شناخته میشیم. یعنی میخوام بگم که ما از دید قدرت های بزرگ حافظ منافع روسا و کشورهای منطقه هستیم. این در حال است که ما ایران هم نام میگیرن. بله، بخش از روسیه هستیم و همو دلیل است که ما هم از به اصطلاح ما و شما هم از خدا ماندیم، هم از خرما ماندیم. نه قدرت های غربی ما را تحویل میگیرند، نه قدرت های شرقی ما را تحویل میگیرند. لذا برای یک مبارزه شما نیاز داریم به حمایت های سیاسی فرامنطقه‌ای منطقه‌ای و قدرت های بزرگ، و هر اتفاقی که در منطقه میفته بدون حمایت یکی از این دو بلوک شما نمیتونیم به او مدینه فاضله که هدف شماست به او برسیم.
لذا به مو خاطر در بازی که اتفاقاتی که بعدا صورت گرفته، سقوطی که فعلا صورت گرفته، متاسفانه ما قربانی دیدگاه شرق غرب شدیم. از دید بازیگرای بزرگ ما میفهمیم که طالبان به صورت مطلق قدرت های غربی در اصلشان آمریکا آوردن، اما روسا و بازیگرایی که در منطقه بودن یا هم بی فیض نیستن، روابط خوبی با بخش شبکه غلجایی و درانی هر کدام از داره. ما شما میفهمیم که از لحاظ تاریخی بین غلجایی و درانی چقدر کشیدگی های بزرگ وجود داره و در این بازی بزرگ فعلا در منطقه وجود داره ما هیچ نقش نداریم، چون هر دو طرف بازیگران جهانی یارگیری کردن در افغانستان، یک طرف غلجایی را در کنارش داره و یک طرف هم درانی را در کنارش داره. ما در معادلات از معادلات کاملا حذف هستیم. یگانه گزینه ای که ما قدرت خود باز بیافیم، اراضی از دست رفته خود به دست بیاریم، انسجام داخلی ماست. ما باید به یک روایت واحد برسیم که قدرت خود در منطقه جستجو کنیم. تا ما در داخل دشمن به چالش نکشیم، هیچ قدرت جهانی فرامنطقی و منطقی در وضعیت حاکم، در وضعیت که فعلا حاکم است، به یاری ما نمیآید. شما همین اتفاقات تازه را که آقای احمد خواستن در آمریکا، ما متعقین بایستم که آمریکا هدف از خواستن از این حال اوضاع منطقه ما تورسته که حوزه تمدن ما تورسته که زود احساساتی میشن و زود میرن پشت تشویق پست بالا. اما اصل مسئله، حالا شاید نیازم نباشم یک تذکر بتم که اصل مسئله فشار وارد کردن به طالبان است تا از همو کنترل آمریکایی خارج نشن. این فکر کنیم این مسائل بسیار مهم است. یعنی میخوام بگم که اگر ما میخوایم به اقتدار واقعی برگردیم، قدرت ما در منطقه است، قدرت ما در 60 میلیون تاجیک منطقه است، قدرت ما در 120 میلیون حوزه تمدنی فارسی منطقه است. ما به هر عنوانی که میشه باید این پیوندها را نزدیک بسازیم و از پیوندهای اصلی خود دور نشیم. تا ما در داخل قدرت خود را باز نیافیم، هیچ قدرت جهانی و منطقه‌ای به یاری ما نخواهد آمد. بله، خب یک چیز است که شما اشاره کردیم به او به اصطلاح تپ و تلاش هایی که در خارج از افغانستان می شده، او محفل این چیزا کارساز نیست. آینده را از روی ازی ساخته نمیشه، آینده از روی ازی تعریف هم نمیشه، مطابق سو محتوایی که ما شما بحث میکنیم اصلا هیچ ربط هم نداره. دلیل از این است که بله همین حوزه ای که شما تشریح کردین، حوزه از نظر سرشت خود ضد امپریالیسم است، ضد بله مثلا اقتصاد استعمار کلاسیک است که بریتانیا بود، و ضد چیزشم استعمار فعلی شام است. به او ترتیب و چیزهایی را که دیگر ها ایسو میزنن خود ایسو میزنن خود، با آینده با ثبات و روایتی که مثلا ما در باری صحبت میکنیم زیاد ربط نداره. خب دقیقاً یعنی که کل قضیه بر سر ازیست که بحران سیاسی بسیار غیر قابل علاج، بحران سیاسی در بین جوامع و طوائف وجود داره، چه تاجیک است، چه هزاره است، چه ازبک است، چه پشتون. بحران سیاسی همه را در خود غرق کرده، خاصتا در این حوزه که ما شما در باری صحبت میکنیم. اینجا اگر دیگه طوائف هم متحد شوند، واحد شوند، واحد شدن تاجیک مشکلات تکنیکی به اصطلاح و اما به اصطلاح روانی خاص خود داره. در اینجا ما ندیدیم که یک از نظر سیاسی و از نظر یک فکر واحد برای ساختن، برای تولید قدرت وجود داشته باشد. شما احمدشاه مسعود گفتین، بخش اعظم خود تاجک مخالف احمدشاه مسعود است. ما نباید خود فریب بدیم. یعنی وقتی که ما میبینیم تمام نظریات رو میشنیم، خبر چیزها رو میشنیم، خب ای از کجا آمده؟ ای از مثلا از توسعه نایافتگی سیاسی و فرهنگی میاد. این حال ما که حوزه تمدنی بسیار غنی و با فر و شکوه گذشته را قرار میدیم، میبینیم که ما از او جدا افتیدیم. ما انوزه به اصطلاح از نظر سیاسی و فرهنگی و درک موقعیت خود بر مبنای او ارزش ها به اصطلاح کوتاه آمده. این جامعه در یک حالت انحطاط سیاسی و فرهنگی است. یعنی به ترتیب چیزی را که میشد در لفظ تصویر کرد، در عمل یعنی قابل دسترس است.
مامون صاحب در قسمت از اینکه ما میخوایم که با دیگرا کار کنیم، با دیگر اقوام هم کار کنیم و او هم باید بسیج شوند، هماهنگ شوند، ما اتفاقا اجازه بده که در این باره یک خورده دیدگاه مخالف داشته باشیم. باوری ما است که ما تا خود باز نیافیم، تا ما حول ارزش های مشترک خود نچرخیم، یک تعریف واحد تاجیکانه نداشته باشیم، تا اون شعار مشهور فرمانده مسعود که عملیات ما برای ادبیات ماست، تا اوت یک شعار نداشته باشیم، هیچ کس حول ما نمیچرخه. شما میفهمید که برادرای هزاره فعلا یک از کشورهای، حالا از لزوم دید نمیخوایم بگیرم، و کاملا از این مطابق فرمان این طرف کار میکنن و بدون چراغ سبز از وا هیچ کاری هم انجام نمیتن. در 3 سال گذشته ما نمونه بارز از او را دیدیم، چون اما اصولشان اجاب نمیکنه و بیشتر حوز حول اما اندیشه های مذهبی و حرف ها میچرخن. برادرای ازبک هستن که در بازی بزرگ شما باز بیشتر میفهمین که ازبک ها فعلا در جایگاه بسیار اما مناسبی قرار دارن در افغانستان، که حالا اگر وقت باشه من ایره با جزیات تشریح خواهم کرد. بعد برادرای پشتون هم که شما خود میفهمین که از تکنوکرات تا ملا تا روحانی تا هر چی که است، و یک شعار بسیار نهادی نشده دارن که لر بر یک افغان، و کسایی که در جمع ما هم میاین که میگم الله ما در کنار شما هستیم، و یک چیز ظاهری است اما واقعیت است که این آرمان 50 ساله که اقتدار از پشتون ها رفته بود امروز به دست آمده، و هر پشتون صاحب اندیشه، هر پشتون تکنوکرات، ملا، روحانی، هر چی که است از وضعیت فعلی خوشحال است. اینکه در ظاهر ایده مشکلات شخصی دارن، منطقی دارن، سر صدا میکنن، او صف جداست، اما راهبرد واقعیشان فعلا چیزی است که با قدرت‌های بزرگ هماهنگ هستند و از دوام وضعیت فعلی حمایت میکنند. اما این مسئله نیست، مسئله اصلی است که ما چی کار کرده میتونیم، ما چرا یک روایت واحد خلق کرده نمیتونیم. ما که فعلا از دید تاریخی نه مورد حمایت قدرت‌های بزرگ هستیم و نه از قدرت‌های منطقه، حتی همتباران ما در منطقه او توقعی که ما داشتیم، او آرزویی که ما داشتیم، متاسفانه نظر به عوامل مختلف که حالا جاش نیست که ما صحبت کنیم، حمایت نکردن. بنابراین ما تصور ما است که ما تا خودمان به یک اجماع نرسیم، یک اجماع تاجیکانه قدرتمند با هر اندیشه ای که هستیم، با یک روایت واحد جمع نشیم، دیگرها در کنار ما جمع نمیشن. ما در بسیار سمینارها، در بسیار بحثات دیدیم که متاسفانه وقتی که حرف از حوزه ما میان، همون کسایی که میخوایم با ما به اصطلاح بپیوندن از صف مقاومت حمایت کردن، به شدت مخالفت میکنن، میگه اگر قرار است که گزینه این باشه ما هرگز در کنار این نمیپیوندیم. لذا بیش از این نباید حوزه ما وقت ضایع کنه، ما به اندازه کافی نیرو داریم. هر کسی که ما را به این اندیشه تا فعلا مصروف ساخته که تاجیک اقلیت است، تاجیک نمیتونه و پشتو نمیفهم، او طرف مرز بیشتر است، این آن ای از خیر دلسوزی به ما نبوده. ما 60 میلیون تاجیک در منطقه هستیم، این قدرت داریم که هر قدرت منطقه ای را به چالش بکشیم و هم اقتدار خود از طریق گزینه نظامی و سیاسی بدون حتی قدرت حمایت قدرت های منطقه ای به اهداف خود به یمن یزدان پاک برسیم. اقتدار چیزی است که با نفوس کم یا نفوس زیاد زیاد مرتبط نیست. خب به هر حال خود ما مثلا ما مدل احمد شاه مسعود میگیریم. احمد شاه مسعود یعنی تا جایی که من میدانم یک هژمونی اعلام ناشده سیاسی داشت که ناتمام ماند. این چیزی است که کاملا محرز است. و آله جالبیش است که زیاد هم نگذشته، 23 سال گذشته، مسعود دور شده، یک تبدیل به یک مدل کلاسیک شده که به اصطلاح یعنی مثل که پل از کمر می شکند، او طرف پل چیزی که بوده او طرف میمونه، ای طرف پل آله ای طرف پل کسایی که مانده هیچ شباهتی به مسعود ندارن. متوجه است؟ دقیقاً اینی است دقیقاً که ما ایره میگیم از همگسیختگی تاریخی و اما به اصطلاح از همگسیختگی ارزش های ایجمونیک به اصطلاح که موضوع تمدنی که شما میگین. به این ترتیب یعنی کمر دوتا شده اول باید به اصطلاح تداوی شوه یا جوش بخوره. این کمر دوتا شده به نظر ما بسیار بسیار مهم است. شما پیش اشاره هم کردین که ما
همیشه ما منتقدی مسائل هستیم، در سطح می بینن به عمق دیده نمیشه. به می خاطر است که طایفی تاجیک به اصطلاح تو با هم بدنهای مختلفش که بیشتر مردم یعنی به اصطلاح متوازن متعادل میانه رو و این هستن این، اما مگر در بحث سیاست و جنگی که اتفاق افتاد تا و سر شد همه چیز با هم دوباره جوش نمیخوره، یعنی تا تبدیل شوه، اول مثلا تبدیل شوه خود به یک ارزش، به یک ارزش تاریخی و فرهنگی دوباره احیا بکنه و بعد از این ای ارزش بر دیگران عرضه بکنه، یعنی به صلاح سخاورزی متمدنی خود نشان بده. چون این چیزی فعلا نیست، یعنی مثل بیخی از یک ساختار دیگه شده، با گذشته خود هیچ شباهت نداره. مشکل همی است. چرا ای اتفاق صورت گرفته؟ من فکر میکنم که مشکل اصلی ما است که قبلا هم گفتم که ما روایت نداریم. آقای مامون، ما برای چی باید مبارزه کنیم؟ برای چی باید بجنگیم؟ ما یک تعریف روشن نداریم. انمی حوزه زید تمدنی، حوزه تمدنی ما، شما بهتر میفهمین که از الف تا یا ضد هجومونی قومی هست، ضد انمی وضعیت حاکمیت فعلی است. اما وقتی میبینن که سیاست مدارای ما روایت واحد ندارم، پس میگم برای چی ما باید بجنگیم؟ همین فرزند مادر تاجیک برای چی کشته شود؟ برای آزادی که پس برای یک کسی معاون رئیس جمهور شود؟ نه خیر، اگر قرار است که معاون رئیس جمهور یک تاجیک بی صلاحیت باشه که پیش از همه به ارزش های هویتی ارزش قائل نشه، چون 20 سال گذشته، خوب نبودنش بهتر است. چی فرق میکنه به وضعیت فعلی؟ ما نیاز داریم یک روایت خلق کنیم که از 20 میلیون تاجیک ازبکستانی گرفته تا 10 میلیون تاجیک تاجیکستانی گرفته تا 20 میلیون در افغانستان و 10 میلیون در منطقه، یک روایت واحد خلق کنیم که منافع ما در چیست. پشتون ها بیش از 40 سال است که لر بر میگن یک افغان. چرا ما یک روایت تاجیکستانی بزرگ نتانستیم خلق کنیم؟ چرا؟ به نه، ما از خاطر چی دیگه ترس داریم؟ به ما دیگه خاطر چی دیگه بری از دوست دادن داریم؟ بسیار ساده، به خاطر دیگه می ترسن، به خاطر دیگه بله، دقیقاً ترس در خونشان است. وقتی که ترس در دقیقاً خون بود دیگه، او شما به اصطلاح او چیزای به اصطلاح لشکرکشی های به اصطلاح دوره باستان دیگه فراموش کنین، او چیز دیگه بود که همو آب و خاک و همو مناسبات چیزایی را آفریده بود که به اصطلاح همو دودمان های بزرگی است که میره و جنگ روم و فارس، روم و یونان و اونا دیگه وجود نداره. در اینجا فقط دقیقا تهمانده های فراموش شده و در سنگلاخ های تاریخ رها شده، فقط چانس بازیافت خود دارن، اما به چی شکل؟ ای به صلاح با یک گفتمان بسیار دائم و قائم نیاز داره، از میده بازی ها و خام بازی هایی که حال شروع شده و طرف از یه چیز اصول نمیشه. ما بیشتر دقیقا مثلا نظر ما این است که یک دوره انحطاط است که چونین دوره انحطاط فرهنگی و سیاسی در اصلا دیده نشده بود در کل امی خطه یا امی گستره. انحطاط دقیقا بازی دقیقا انحطاط هم اضافه شده بازی بین المللی، یعنی وقتی که شما چی باشین در زمین ما دمی گستره بازی جیوپولیتیک چندین کشورهای نوظهور و یعنی مثلا ابرقدرت های قبلی در جریان است که ما یا وابسته به این طرف باشیم یا به بر پاچه طرف دیگه بچسبیم. کل اقوام و طوایف افغانستان سرنوشتش همی است، اگر زود سارم تو واقع گرایانه بگویم. به ترتیب ما اول در داخل در می خانه کوچک اول خود باید هر کس اول خود جمع جور بکنه. این آفتی که بروز کشورها آوردن نازل کردن در افغانستان آوردن، این آفت به شعار، به ترانخانی، به التماس، به مدنی بازی این و سلام نابود نمیشه و از صحنه دور نمیشه. دقیقا بیمانه همون رویکرد سخت افزاری، او رویکرد سخت افزاری هم اگر با یک غنای فکری سیاسی، با یک به صلاح تجربه، به صلاح تفکر تجربی
سیاسی آن به صلاح همراه نباشد، پس دوباره به این نقطه برمیگردیم که 3 سال پیش برگشته طالب همه گیره جاروب کرد و بعد از این هر چیز دیگه که شکل بگیره بر مبنای عموم مناسبات قبلی دوره جمهوری بازم جاروب خواهد شد. اینا رو شما دقیقا به صلاح چشمانداز جدیدی را که شما عملا محتمل الوصول میدانین چی است؟ مامون صاحب، ما به این نتیجه رسیدم که حالا فرض بفرمایید فرموده حضرت عالی، ما اینمی طالب آمدیم شکست دادیم، پس اینمی جغرافیا تسلط پیدا کردیم. خب پس ما چی میگیم؟ آیا واقعا پاکستان ما را اجازه میده؟ آیا واقعا کشورهای غربی که از دیدی از با ما بخشی از حوزه تمدنی روسیه هستیم به ما اجازه میتن؟ قطعا اجازه نمیتن. ما میگویم که بینمی جغرافیای تحمیلی که انگلیس ها خلق کردن درست کردن، آب ما بیش از این با اقوام پشتون در یک جوی نمیره. واقعیت امر است. شما فرض کردین گفتم آمد این کل جغرافیا را گرفتیم، پس از جنوب دوباره سر تان آمدن، باز اینمی دواندن قبلی است، گاهی شما می دوانین گاهی این که راه حل نیست. ما نیاز داریم واقعیت است اگر یعنی یک دیدگاهی یعنی با دیگر اقوام آب در یک جو میره؟ خب ما شاید با دیگر اقوام اونقدر مشکلی که با هجوم فرهنگی جنوب داریم شاید اونقدر مشکل نداشته باشیم، چون بازیگرای منطقه‌ای از دیدی هم و تاریخی هم اونقدر مشکلی که باید با دیگر داشتیم با او نداریم، چون هم حمایت قدرت های بزرگ از وا هم در راستای تقریبا منافع ماست. اما فرق میکنه با مسائل جنوب که یک قدرت جهانی حداقل 128 سال میشه که با تمام قد از وا حمایت میکنه در تمام عرصه ها، سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی، از هر دیدگاه بگین مورد حمایت قرار دارن. ما با دیگران میتونیم، اما با اوزای جنوب نمیتونیم. هرچند که از دیدگاه اعتقادی در این جای شک نیست که ما با او نزدیکتر هستیم، اما متاسفانه بازیگرای بزرگ جهانی این اجازه را به ما ندادن و نمیدن. شما میفهمید که چرا حکومت استاد ربانی با وجود که یک حکومت اسلامی بود انگلیس ها اجازه ندادن؟ چون در بازی بزرگ با بخشی از روسیه بودن و این خلاف منافع قدرت های بزرگ مثلا آمریکا بود. پاکستانی ها را میدونن که به اصطلاح ما و شما کشور حامی غرب است و اما تطبیق کننده اهداف راهبردی کشورهای غربی در منطقه، و افغانستان در بازی بزرگ بخشی از پاکستان است. لذا پاکستانی ها هرگز اجازه را به ما نمیدن. گاهی دوستان میگن که ما باید با پاکستان بشینیم، با پاکستان صحبت کنیم. من اصلا حیران میمونم که دوستان چیزی از حوادث تاریخی آموختن نیاموختن. پاکستان هیچ اصلا اما حرفی که باید بزنه حرف خودش نیست، حرف انگلیس میزنه، حرف آمریکا رو میزنه، قدرت های بزرگ میزنه. ارتش پاکستان وابسته به کمک های غربی است. او چیزی که در افغانستان تطبیق میکنن، پاکستان به اصطلاح دوستان ایرانی عدد هم نیست، فقط سیاست دیگران را داره تطبیق میکنن، و در این سیاست ما هیچ جایگاهی نداریم. ما در این سیاست حوزه تمدنی ما هیچ جایگاهی نداره. من فکر میکنم که اگر ما بخوایم در آینده یک روایت منصفانه داشته باشیم و یک کمال آرامش و آسایش برسیم، بتانیم هم خود هم با خود هم با منطقه و هم با جهان زندگی کنیم، هیچ گزینه جز تجزیه نداریم. ما باید این جسارت رو به خرج بدیم، بریم به سوی تجزیه افغانستان. لاقل اگر تجزیه در زمان فعلی به خیر نباشه، حتما باید به گزینه دو به سوی فدرالیزه شدن باید بریم، باید افغانستان فدرال بشه. در غیر از او به وضعیت فعلی هیچ گونه امکان ثبات دائمی وجود نداره. خب البته گفتمان فدرالی زیاد دور از عینیت نیست. فدرالی که مثلا بر اساس اعتماد ایجاد شود، یک اعتدال به وجود بیاره، زیاد کسی مخالفت شاید نکنه بعد از خطیت. اما بحث تجزیه بس پیچیده است، حتی سر به ناممکنات میزنه و مسئله است که زیاد یک رقم کراهت بیشتر داره تجزیه. چرا؟ یعنی نمیشه که تمام اندام های وجودی یک موجود زنده رو شما تک تک بکنه، نمیشه. خصوصا در افغانستان از نظر رابط مختلف روابط پیچیدگی وجود داره، چون این کار ناممکن است. و در این حال تجزیه هر بخش از این کشور وقتی که تجزیه شوه، اما بخش های علایده هم تجزیه خواهد شد و یا میرن به جنگ آخر الزمانی. این تجربه ای را ما داریم از دورانی که مسعود ربانی آمدن قدرت گرفتن، ما این تجربه را داریم.
به او تجربه نباید پشت کرد. خب برام یک سوال آخری میمونه اینجا که حالا خب ما زیاد تو از هر در سخن گفتیم و در کلیات، چرا کشورهای ترک تبار آله یعنی کاملا شیر و روغن شدن با طالبان؟ بله دقیقا مامون صاحب، شما ببینین از دید تاریخی مامون صاحب شما میفهمین که ترک ها یک کشیدگی بسیار تاریخی با تزارها دارن. ما جنگ ابدس و نوی ترکیه و تزارها را داریم، عثمانی و تزارها را داریم، جنگ کریمیه را داریم، جنگ جهانی دوم داریم، جنگ جهانی اول داریم. یک کشیدگی تاریخی بین ترکا و روسا است و از دید قدرت های بزرگ ترکا حافظ منافع قدرت های غربی هستند در منطقه، مخصوصا ترکیه که به عنوان برادر بزرگ این حوزه تمدنی ترکا شناخته میشه. به همو دلیل از دید تاریخی هم آسیای میانه را میفهمیم که بخشی از حوزه تمدنی روسیه بوده، البته به اثر همو اجبار اکراه اشغالی که بوده. اما حالا معادله برگشته، ترکا در 20 سال پسین از دید اقتصادی، از دید سیاسی نظامی در یک جایگاه بهتر قرار دارند و تانستن کشورهای 5 کشور آسیای میانه به عنوان کشورهای ترک زبان یا ترکستانی به اصطلاح خودشان پان ترکیزم حول یک اندیشه جمع کنند و این بیشتر در مسئله قره‌باغ و دیدگاه خود بیشتر نشان داد. وقتی ترکیه یک تنه در کنار آذربایجان استاد و ارمنستان پس از 30 سال اراضی از سلطه ارمنستان به دست آورد، این ترکیه نشان داد که میتونه کشورهای منطقه میتونن که سر ترکیه حساب باز کنن. با همو دلیل هم بود که وقتی خارجی ها و غربی ها خواستن از افغانستان برن، برای پاکستانی ها و ترک ها یک امتیاز قائل شدن در منطقه. مخصوصا ما میبینیم که آقای عبدالسلام حنفی ازبک تبار است، اگر ترک تبار است، او را بله میارن در بحث معاون اقتصادی طالبان تعیین میکنن، چون هیچ امکان نداره که با بدون در نظر داشت ملاحظات ترکیه که از دید تاریخ ما میفهم که ترکیه اخوانی است و روابط خوبی با قطر هم داره و یک بخشی بودن که طالبان را با همت از او سر کار آوردن، در حالی که بیشتر تلفات در اراضی، بیشتر زحمات برای طالبان تاجیکان انجام دادند، سربازهایی که پشتون تاجیک بودن، طالب بودن، مثل فصیحالدین و غیره که در بدخشان بسیار نقش اساسی در شمال بازی کردند، اما جایگاه خاصی در نظام طالبان ندارن. بیان بحث یک مامور یک جای تعیین میشن، اما در چون در از دید بازی بزرگ حمایتگر بیرونی نداشتن. اما برخلاف ترکا چون با قدرت های بزرگ هماهنگ بودند، آقای حنفی را آوردند در رأس اقتدار، فعلا در جایگاه تصمیم گیری در رده دوم نظام بعد از پشتون ها قرار دارد و در جایگاه تاجیک ها بسیار به حاشیه رانده شده. به مو خاطر است که یا تلاش کردند که گفتم که دشمنی تاریخی که از دید تاریخی ترک ها مناسبات خوب یک برهه از تاریخ البته با تاجیک ها نداشتند، و مو خاطر با هماهنگی که با غربی ها صورت گرفت و ترک ها کشورهای آسیای میانه را قناعت دادند که شما باید در راستای منافع قدرت های غربی بیشتر گام برداریم. و مو خاطر است که ما میبینیم که نماینده سازمان ملل خانم یوتاوا یک قرغوز بسیار تاجیک ستیز هم است، او را میارن به حیث رئیس نمایندگی سازمان ملل در افغانستان تعیین میکنند و قرغوزستان و قزاقستان سفارت طالبان از لیست سیاه هست میکنه و میبینیم ترکمنستان مسئله تاپی و ایگپور بسیار جدی مطرح میکنه و توافقنامه امضا میکنن، آذربایجان رسما سفارت در افغانستان باز میکنه و جالب از همه ایست که ازبکستان بیخی خود در آب و آتش میزنه، اونقدر تلاش داره در سفید نمایی طالبان برای منطقه و فرامنطقه که اصلا آدم تصورش هم نمیکرد. یا همش بر اساس همو بازی گفتم قدرت های غربی است که در او در مو بخش حوزه ترکیه وارد شده و میخواهند طالبان هم چند جزی بخشی از بازی حوزه غربی هستن و جمع از یک جای بسازن. جالب بود که در آخر ما دیدیم که ازبکستان که خودش مرکز روسپیخانه های دنیا در مزار شریف مدرسه چیز میسازه، مدرسه دینی، یا تمامی از یا برمیگرده به همو روایتی که قدرت های غربی ایجاد کردن
و فعلا تلاش آنیست که تاجیکا را مسئله افغانستان تاجیکا از دید قدرت های غربی و منطقه تمام شده است، باید این مسئله را تیر کنم به ازبکستان به مخاطر به تاجیکستان به مخاطرم ترکا و جمع قدرت هایی که در آسیای منوی هستند، یک بخش زیادی از تروریست ها را از ادلیب سوریه و از مناطقی قبلا در سوریه بودن و را انتقال دادن به سرحدات افغانستان، مخصوصا بدخشان، تخار یا جابجا کردن. مرحله اول تقریبا کامل شده، منتظر مرحله دوم هستند که باید چه کار کنند. ولی میخوام بگم که تمام دید و نگاه قدرت های بزرگ است که فعلا تاجیکستان با او جسم کوچک و نحیف خود، اما چوچه شیر شیر است، یک تنه در برابر تمام قدرت های بزرگ استاد شده، داستانی از او را باید یک طرفه کنند. من خب فکر میکنم یک بله، قدرت خب در بازی بزرگ است. تاجیکستان اونجا سرمایه گذاری شده، بله سرمایه بله گذاری چند کشور در تاجیکستان است، البته تصادفی نیست، خاصتا سرمایه گذاری ایرانی اونجا بسیار حساس است. قضیه بر سر ازیست که شما که پوشش به اصطلاح پان ترکیزم دادین در آسیای میانه، یک خطر اونجا وجود داره که این جنگ فعلی دیر یا زود تو طرف سرریز میکنن. دقیقاً اگر این جنگ سرریز کرد، در اونجا بازنده اصلی پانترکیزم است. چرا؟ وقتی که سرریز میکنه از این طرف، اینجا مثلا روایت اسلام افراطی است، اسلام افراطی که عمدتا با زبان فارسی گپ میزنن در آینده، مثلا اکستریمیزم پشتون خواه آسیای میانه نمیره، اما اکستریمیزم تاجک و ازبک هم میبرن اونجا که اونجا تغییر بکنه، دقیقاً این اکسترمیزم تاجک و ازبک هم میبرن در اونجا. به نظر میرسه که خود آسیای میانه بین به انباری از بارود فشلا سرکوبای فرهنگی، سرکوبای اقتصادی، سرکوبای اجتماعی، سرکوبای تاریخی تبدیل شده و اونجا خودش روایت خود میکشه. من فکر میکنم که چیزی که در کلیت به صلاح بینوان دنیای ترکتبارا مطرح میکنم زیاد آینده نداشته باشه. دلیلش هم میگیم که در این طرف ایران به عنوان یک عامل بسیار بسیار یعنی قاطع و اثر گذار در این طرف چیز شما البته مطالعه هستن که در چیزای سیاست از زبان خامنه ای فقط مثلا دستور گسترش حوزه تمدنی فارسی رو میتن، این چیزا همیش بود نظامی و عملیاتی داره و در بازی جیوپولیتیک قطعا استفاده میشه. به اون خاطر من فکر میکنم که در اون قسمت یک ذره آدم با احتیاط برخورد بکنه و کسایی هم که این تعامل حال با طالب دارن این طرف ای طرف یک مقدار معتاد باشن. چرا میشه که در این کشور در این حوزه بسیار به سرعت بسیار کاسای سرراسته سرچپه میشه. با تشکر از شما در بحثی که شما لطف داریم. اشتراک کردین خوشحال شدیم، وقت در اختیار ما قرار دادین، سپاسگزاری میکنم از بینندای عزیزم تا این لحظه ما رو دنبال کردن. این در فرصتی بحثا را ادامه خواهیم داد تا بعد.